روایت دست اول در پنجشیر چی میگذرد؟ محقق در واکنش به اعلام کابینه طالبان از نظر ما قابل قبول نیست و اعضای کابینه حکومت احمد اوغل که از قید قلم بازماندند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید به دیگر از ویدیوهای چنل کابرویز. امید که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و چنل ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. رزاق مامون در گزارشنامه افغانستان می نویسد اعضای کابینه حکومت احمد اوغل که از قید قلم بازماندند. 1. محترم مولوی استر جنرال عطا محمد نور، سرپرست وزارت بادهای کشور. 2. محترم ملا عبدالله عبدالله، سرپرست وزارت مود. 3. محترم ملا حامد کرزی، سرپرست وزارت چالبازی. 4. محترم شیخ مارشال عبدالرشید دوستم، سرپرست وزارت نباشه خیر است. 5. محترم ملا اشرف غنی، سرپرست وزارت گوزگولو. 6. محترم مولوی حاجی محمد محقق، سرپرست وزارت رشخندی و فکاهی. 7. محترم ملا فضل محمود فضلی، سرپرست وزارت پسخانه. 8. محترم ملا شیخ حسین مرتضوی، سرپرست وزارت بیضه‌مالی. 9. محترم ملا گلبدین لغدیار، سرپرست وزارت خرابکاری. 10. محترم مولانا کریم خلیلی، سرپرست اداره مستقل غرت و غرم. از سوی هم طبق یک خبر دیگر، آماد نیوز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد واکنش اردوغان به کابینه طالبان. تحولات افغانستان را از نزدیک دنبال می کنیم. آرزو دارم تا به نفع همه افغانستان تمام شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد اعلام کابینه سرپرست طالبان گفته است که ما نمیدانیم که این کابینه موقت تا چه زمان ادامه خواهد یافت. در حال حاضر نیاز است تا روند را با احتیاط تعقیب کنیم. آرزویم این است تا به نفع همه افغانستان تمام شود. ترکیه تمایل نشان داده است که افغانستان جنگ‌زده را کمک کند. در حال حاضر کارمندان مسلکی ترکیه و قطر تلاش می کنند تا فرودگاه کابل را دوباره به طور کامل فعال شود. اما طالبان خواست ترکیه را مبنی بر تأمین امنیت فرودگاه کابل را رد کردند. از سوی هم آماج نیوز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد محمد اشرف غنی از تمام مردم معذرت می خواهم که حکومتم به شکل متفاوت پایان نیافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور با نشر اعلامیه در تویترش گفته از مردم معذرت می خواهیم که حکومتم به شکل متفاوت پایان نیافت. او افزوده هیچگاه تعهدم به کشور متزلزل نخواهد شد. او همچنین یک بار دیگر گزارش های مبنی بر خارج کردن میلیون ها دلار هنگام خروجش از کابل را رد کرد. محمد اشرف غنی افزود با خود پول به خارج انتقال ندادم. در زمان ریاست جمهوریم با فساد مبارزه کردم. حاضرم بازرسان داراییم را تفتیش کنند. در همین حال طبق یک خبر دیگر آواج نیوز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد محقق در واکنش به اعلام کابینه طالبان از نظر ما قابل قبول نیست. محمد محقق مشاور پیشین ریاست جمهوری می گوید
که لست منتشر شده کابینه طالبان نشان می‌دهد که این ترکیب مؤلفه های سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی مردم افغانستان را نادیده گرفتند. او افزوده از اینکه حکومت بر مردم حداقل باید دو شاخص اساسی، مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی را داشته باشد که این ترکیب مورد مقبولیت تمام جناح سیاسی و دیگر مکونات یاد شده نمی باشد. از نظر ما قابل قبول نیست و این حرکت نشان می دهد که برخلاف تحلیل های رایج فعلی در مفکوره طالبان کدام تغییر مثبت و در روش حکومتداری و برخورد با حقوق مردم تغییر نیامده است. آماج نیوز. در آخرین خبر، ابو مسلم شیرزاد در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: روایت دست اول در پنشیر چی می گذرد؟ با دو تن در پنشیر که دسترسی به انترنت پیدا کردن گپ زدم. یک، احمد مسعود و امرالله صالح هنوز در پنشیرند. دو، طالبان شماری از جوانان را به جای نامعلوم با خود بردند. سه، در پنشیر غیر نظامیان نان ندارند. چهار، نظامیان پاکستانی که به اردو صحبت می کنند در جادند. پنج، قطعات جنگی را از هلمند، قندهار، وردک، لوگر و غیره در مرکز ولایتند. شش، احمد مسعود گفته جنگ چریکی می کنیم و از هوا اکمال می شویم. هفت، پسر جنرال جرات عبدالحمید خراسانی، مولای مسیح الله، قماندانان میرزا رحیم، جنرال خلیل خطاب، قماندان مهربان، قماندان ملک و شمس الحق همکاران طالبان در پنشیرند. اکثریتشان به دلیل مخالفت گذشته با امرالله صالح با طالبان همکارند. هشت، ارتباط قطع است و فقط از طریق ستلایت روابط است. نو، فرماندهی ولسوالی های آبشار و دره هنوز در دست مردم است. ده، روحیه عمومی بالا است و میگویند مقاومت زنده است. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.